تیم ملی هندبال نوجوانان دختر ایران امشب در سومین و آخرین دیدار خودش در مرحله مقدماتی مقابل تیم مقدونیه شمالی میزبان مسابقات به میدان خواهد رفت. این دیدار هم همچون دیدارهای مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان و جوانان دختران جهان به صورت زنده از تلویزیون صدای آمریکا پخش خواهد شد. همکارم علی عمادی که در مقدونیه شمالی گزارش این دیدارها رو بر عهده داره، همینک از شهر اسکوپیه محل برگزاری مسابقات با ماست. علی، دختران نوجوان ایران با دو پیروزی مقابل ازبکستان و سنگال به مرحله اصلی رقابت‌های قهرمانی جهان صعود کردند. از تأثیر و اهمیت این دیدار و شرایط تیم برامون بگو. کوروش، این دیدار کوروش از ساعت 10 دقیقه به 11 امشب به وقت ایران به صورت زنده از سالن بوریس ترایکوفسکی شهر اسکوپیه از تلویزیون صدای آمریکا پخش میشه. تعیین کننده تیم صعود کننده صدرنشین گروه هست. مقدونیه با تفاضل گل 28 در مقابل ایران با تفاضل گل 26 هم امتیاز هست، ولی در صدر ایستاده. ایران به همراه مقدونیه به عنوان دو تیم برتر گروه B با دو تیم برتر گروه A در مرحله اصلی که از فردا شروع میشه تشکیل یک گروه جدید. نه، البته تیم‌های همگروه دیگه از فردا با هم بازی نمی‌کنن، ولی امتیاز بردشون تو مرحله بعد حساب میشه. دختران نوجوان ایران در صورت پیروزی مقابل مقدونی امشب، ضمن اینکه خب شگفتی دیگه رو رقم میزنن، با صدرنشینی در گروه فردا شب ساعت 10 دقیقه به 11 مقابل تیم دوم گروه آ، یکی از تیم‌های مونتنگرو، ایسلند یا سوئد بازی می‌کنن. اگه امشب نتیجه رو واگذار کنن، فردا ساعت 10 دقیقه به 7 شب مقابل تیم نخست گروه آ قرار می‌گیرن. به هر حال با توجه به تساوی مونتنگرو و ایسلند در روز دوم، تیم ایسلند در آخرین بازیش امروز در مرحله گروهی مقابل الجزایر که خب بردی نداشت و پایین جدولی بود 42-18 برد و الان پنج امتیازی و سودش قطعی شده و مونتنگرو هم امشب باید با سوئد یه برد امیدوار رو بروشه. به هر حال تیم ایران تا ساعتی دیگه مقابل مقدونیه میزبان به میدان خواهد رفت. علی عمادی، مستقیم از اسکوپیه مقدونیه شمالی.